نشون. پس یترو فرار کرد، شریک نبود تو این پیشنهاده، شریک نبود تو این دستور. بلقام شریک بود و نه فقط شریک بود، تشویق کرد. پس آخر چی بود؟ بلقام کشتنش، با شمشیر مرد، نه به خاطر اون، به خاطر کارهای دیگه‌ای که کرد. ایوب ساکت موند، ساکت موند. یه سال زجر و ناراحتی و مریضی و بچه هاش فوت شدن، همه ثروتش و شتراش و گوسفنداش از بین برد، از بین رفت. ولی ایترو که فرار کرد، پس این زخوت رو به دست آورد، شایسته شد که چی؟ که دامادش موشه رابنو بود که بعداً خودش یهودی شد. یترو در اون موقع ها کشیش بود، کشیش مذهب دین مصر، بعداً رفت کشیش مذهب یک کشور به اسم میدیان شد و بعداً یک کشیش یه مذهب دیگه و اینطوری هی رفت از مذهب به مذهب. و کشیششون چون من نه همینطوری یه کشیش ساده درجه پایین یه چیز، نه، هر جایی که رفت، هر مذهبی که کشیش شد، رفت درس خوند و درس خوند تا اینکه بالاترین درجه رو به دست آورد، کشیش نمبر وان، پاپشون بود، پاپ، توپ پاپ. ولی وقتی که معجزه هایی که خداوند کرد و ایشمع یترو، یترو شنید، همه ثروتشو، همه پولداریشو، همه ماشین های مرسدسشو، استخری که توی حیات داره، همه چیزو، قصرشو، همه چیزو گذاشت کنار، محلشو نذاشت و رفت کجا؟ رفت صحرا دنبال موشه رابنو که ازش تورا یاد بگیره. گفت راه حقیقت توی دنیا هست و من پر ثروت، ولی توی راه دروغ زندگی کنم نمیخوام، این ثروت رو نمیخوام، راه دروغم نمیخوام، راه راست رو میخوام، حقیقت رو میخوام، خدای حقیقی رو میخوام، مذهب و دین حقیقی دنیا رو میخوام. و رفت دنبال موشه رابنو، دنبال قوم اسرائیل، حتی که خوب بود بره صحرا، بره توی چادر بخوابه، محل این چیزا رو نذاشت، چه بی اهمیتی داد به این چیزا. چرا؟ چون که چه لذتی میبرم اگه روی رخت خواب راحت بخوابم، ولی میدونم که زندگیم زندگی دروغیه، میدونم که 40 سال، 70 سال، 80 سال، 120 سال که عمر میکنم دارم به خودم دروغ میگم، به کسایی که یاد میدم دروغ دارم میگم. و تصمیم گرفت همه زندگیشو عوض کرد، همه زندگیشو زیر و رو کرد. اگه دین یهودیا، اگه دین تورای موشه درسته، من باهاشونم، فرقی نداره تا امروز کجا بودم، چی بودم، چه درجه‌ای به دست آوردم، ساده ترین آدم باشم، ولی توی راه درست بهتره از این که آدم درجه بالاترینی باشم ولی در راه اشتباه، در راه دروغی. و اینطوری همه چیزو ول کرد و رفت دنبال موشه با فامیلش، هم بعدن قانع کرد، یهودی کرد، توضیح داد بهشون.
همونطوری هم یه شاه بود، یه شاه یه کشور به اسم کوزار. این شاه بت پرست بود و به خواب شبش، این داستان حدودا قبل از هزار سال، حدودا هزار سال پیش، 1100 سال پیش حدودا، این شاه یه فرشته میاد به خواب شبش و بهش میگه خواستت قبوله، کارات قبول نیستن. خواستت خوبه، کارات خوب نیستن. میگه خب انگار که من کافی بت پرستی نمی کنم، باید بیشتر تلاش کنم. و میکنه، بیشتر تلاش میکنه بت پرستی بکنه، بیشتر به هر تا اینکه خودش کشیش اون بتی بود که میپرستید و خودش قربانیار میکرد و خودش همه چیز و خودش دیگه رسید درجه و هنوز فرشته به خواب شبش میومد و بهش میگه کارات درست نیستن، خواستت درسته، خواستت قبوله، کارت قبول نیست. پس گفت این نشونیه که این دین درست نیست اصلا. یه کاری هست، یه کارهایی هست که اون کارهایی که خداوند میخواد و کارهای دیگه کارهایی هست که قبول نیستن. حتی که ما فکر کنیم خوبن و با دل و جون میکنیم و منظور خوب داریم، ولی نه، کارهایی که خداوند قبولشون نداره. شروع کرد چک کردن این دنیا رو، این مذهبایی که هست. گفت یهودی ها یه قومی هن که به هر صورت همه فوششون میدن، همه دورشون میکنن و جمعیت کوچیکی دارن، چیزی ندارم اونا رو بپرسم چکشون کنم، حتما مذهب اونا دروغیه. میرم اول یه مذهب اون روزا بود، مذهب فیلوسوفیا، فیلوسوفا فکر و آدم باید تمرکز کنه به فکرش، به فکرهای سطح بالا و اینطوری درجه روحانیش میره بالا و توضیحای میدادن. میره با اونا صحبت کردن با کسایی که پر حکمتش بودن توی این فیلسوفی، سوال جواب سوال جواب، میبینی نه اینا هم حقیقت نیستن، اینا جواب سوالامو نمیتونن بدن. میگه بریم یه مذهب دیگه. میره پیش مسیحی ها، مسیحی ها که جمعیتشون زیاده، میره پیش اونا، پیش کشیششون و میپرسه سوال جواب سوال جواب. نه اینم مذهب درست نیست، اینها میبینم جوابای سوالامو نمیدن، جوابای سوالامو ندارن. یه کشیش بود حدودا 30 سال پیش یهودی شد، ازش پرسیدم، با هم دیگه توی شبت سر سفره شبت بودیم، با هم دیگه مهمون بودیم خونه یک کسی، ازش پرسیدم چرا یهودی شدی، کشیش بودی، احترام داشتی، چی نداشتی، همه چیز داشتی، چرا یهودی شدی؟ گفت که کتاب عهد جدید رو که خوند پس میبینه
که سوالای مختلف به وجود اومدن و میره از کشیشای دیگه میپرسه و نمیدونن جواب بدن. میبینه مثلا چیزایی هستن که به هم دیگه نمیخورن. مثل چی؟ مثلا نوشته که مسیح همچین میوه های خورد و اصلا فصلش نبود. چجوری همچین میوه های آورد به وقتی که فصلش نیست اصلا؟ شروع کرد سوال پرسیدن و جواب ندادن و سوال های دیگه و جواب ندارن و هرچی سوال پرسیدم جواب نمیدن. جواب های منطقی، جواب هایی که به عقل آدم میگنجه. ساده است روی هر چیزی گفت معجزه معجزه معجزه، ولی هر چیزی ها نمیشه گفت معجزه دیگه. شروع که هم چک کردن، اومدم پیش یه رابای تو امریکا بود، اومدم پیش یه رابای و ازش سوال پرسیدم چرا اومدم پیش رابای. برای اینکه میدونیم که عهد جدید مسیح میگه که تورای موشه حقیقته، کتاب مقدس حقیقت، فقط یه وقتی خداوند عوض کرد عقیدهشو دور از جون، اینطوری میگن، مسیح میگه. ولی ما میدونیم که نه، تا امروز امروز خدا همون تورا است. یکی از ستونای تورا اینه که تورا و فرماناش هیچ وقت عوض نمیشن. حتی اگه یه پیغمبر بیاد بهمون بگه میدونین خداوند بهم حضور شده و گفت که از این به بعد لازم نیست شبت نگه دارین، دیگه همین رسیدین زمین اسرائیل، همین دیگه، اینجا لازم نیست فیلین بذارین، لازم نیست براخا بگین، لازم نیست. پس مطمئنن میدونیم که این پیغمبر دروغیه. چرا؟ چون که یکی از ستونای تورا اینه که تورا هیچ وقت عوض نمیشه. با اجازتون براخا بگم، کسی که پخش زنده میشنوه میتونه آمین بگه، کسی که بعداً تو برنامه های تکراری بشنوه آمین نگه. بروخ اتا ادونای الوهنو מלך העולם שהכל נהיה בדבר. پس به خاطر این رفتم اولش چک کردم با یه رابای یهودی و میبینم که هر سوالی که ازش پرسیدم یه جواب داد. من نه همینطور فقط جواب، واسه اینکه جواب بده، جواب منطقی، جوابی که آدم میفهمه، که قبول میکنه، حسابی درست حسابی توضیح میده، و یه سوال دیگه و یه سوال دیگه و میبینم واو، این تورا پر حکمته، این تورا پر حقیقته، همه چیز توضیح داره، همه چیز جواب داره، حتی چیزایی که به چشم آدم به اولین نگاه می نماد که دور از جون، عوضی عجیب غریبه یا ظلم یا چیزای اینطوری، ولی بعدا می بینم که نه، بعد از این که توضیح می دن می بینم واو، چه حکمتی پشتش هست، چه راه نمایی های خوشگلی هست درش، و چسبیدم و توی این مثل مگناتیس بهش چسمیدم، به این تورا، و تصمیم گرفتم خودم یهودی بشم و خانومم هم بهش توضیح دادم اینو و خانومم هم با هم یهودی شد و همه فامیلمون مثل ایترو. پس این شاه کوزار بعد از مسیحا، بعد از کشی، گفت نه اینم نیست، اینم مذهب درست نیست. رفت پیش یکی از مسلمونا، مذهب مسلمونا، رفت با اونا
صحبت کنه و شروع کرد سوال جواب سوال جواب سوال جواب تا اینکه میفهمه که اونم درست نیست. بعدا دیگه چاره ای نداشت، نه فیلسوفا، نه مسیحا، نه مسلم، بیا بریم پیش یهودی ها دیگه. دنبال کار درسته، عملایی که خداوند میخوادشون. نمیدونه چیان. فرشته بهش گفت خواستت قبوله، ولی عملت، کارایی که میکنی. رفت پیش یهودی ها. بقیه کتاب یک کتاب کامله، کتاب کوزاری. خیلی خیلی من دوست دارم این کتابه رو. حدوداً نمیدونم شاید 3 یا 4 دفعه خوندمش و به همه پیشنهاد میکنم که این کتابه رو بخرن و بخونن از اول تا آخر و جواب همه سوالاتتون میده، حتی در این زمان 2023 2023 طبق مسیحی ها، ما طبق یهودی ها دیگه سال 5783 هستیم به آفریدن دنیا. به هر صورت این کتابه میشه به عبری پیداش کرد، به انگلیسی، به شاید به فارسی، نمیدونم، به فرانسوی، به هر صورت میشه پیداش کرد. هکوزاری، کتاب هکوزاری خیلی جالبه و جوابای همه سوالایی که آدم داره راجب پیغمبر، راجب این، راجب هر چی میخوای، هر چی سوالایی که اصلا به فکرت نیامده میبینی اونجا شاه کوزار میپرسه و حسابی جوابای منطقی، جوابای و آخرش چی شد؟ این شاه کوزار قانع شد. نه، به آسونی نبود. همه سوالاشو که داشت، هر جوابی هم که رابای بهش میداد، اگه یه سوال داشت روی جوابه، سوال میپرسید روی جوابه، میگفت نه من قبول ندارم این جوابه، رابای توضیح میداد و قانع. تا اینکه آخر کتابه این شاه کوزار قانع میشه و میره کشورش و به همه جمعیت، به همه جمعیت توضیح میده و اونا هم قانع میشن و همشون میان و یهودی میشن. داستان شاه کوزار در دوران رابی یهودا هلوی بود. همه این داستان حدوداً 1100 سال پیش. فکر کنم یه فیلم هم کردن روش، نمیدونم. این شاه کوزاره چی؟ مثل یترو. یترو دنبال حقیقتم. اگه دنبال حقیقتی بیا، هر سوالی داره جواب تو میدم. ولی اگه دنبال حقیقت نیستی، اگه دنبال بهانه هستی، نمیشه جواب داد. یه راف بود گفت ببین اگه سوال داری من جواب دارم، ولی اگه جواب داری پس واسه جواب نمیشه جواب داد. یعنی چی اگه جواب داری؟ یعنی اگه جواب میدی واسه چی؟ واسه اینکه بگی نه جواب دارم، نه نه من کاری که دارم میکنم درسته. من بهانه میاری که میخوای بگی چرا کاری که میکنی، گناهایی که میکنی، این که مذهبی نیستی درسته. چرا؟ چون که میدونی اون آدم مذهبیه رو دیدی، کتک زد، فوش زد، این مذهبه. چه ربطی داره اگه اون آدم مذهبیه ولی کار درست نکرد، گناه کرد، دلیل شد که مذهب عیب داره؟ اگه میبینی یه فروشنده فوش میده، پس دلیل شد که همه سوپرمارکت ها آشغالن و دیگه نمیری خرید بکنی، نمیری دیگه پنیر بخری؟ چرا؟ دیدی اون فروشنده رو فوش داد، دیدی چه آدمه؟ نمیخوام بگم. پس خب که چی؟
آدم باید دنبال حقیقت باشه. برعکس اگه دیدی یه کسی اینطوری، بگو من میرم نشون میدم چقدر مذهب خوشگله، چقدر درسته، چقدر فرشته به وجود میاره. بیا روی آدمای نگاه کن که نور آوردن به دنیا. این راه تورا چه آدمای تولید کرد؟ آدمای مثل رابی شمعون بار یوحای که تا امروز بعد از صد و هزار و ببخشید نه صد هزار و چقدر 800 1800 ساله، حدوداً 1850 ساله که فوت شده رابی شمعون بار یوحای، تا امروز میرن سر مزارش و معجزه میبینن و براخا و چه معجزه های آدمایی که 20 سال بچه نداشتن قول دادن سر مزارش که اسم بچه رو بذارن شمعون، بعد از 20 سال بچه به دنیا و چه نه دختر، پسر، نه چیزی ضد دختر نداریم، ولی چون که رفتن سر مزار را بشیمون پسر اومد که بتونن اسمشو بذارن شمعون. نه ما نمیگیم را بشیمون خداست، ما بت پرستی نمی کنیم، ولی قدرت صدیکیم، قدرت آدمایی که از این راه تورا، از راه مذهب به دنیا اومدن، بزرگ شدن، چی شدن و چقدر کمک کردن به جمعیت. یه داستان دیگه بیان ببینیم. گمارا میگه بعضی هستن میگن که این شخص کی بود؟ پسر خواهر شاه روم. اسمش بود اونکلوس. هممون میشناسیم اونکلوس رو از ترجمه‌ای که کرده روی تورا داریم و پلوش ترجمه اونکلوس به آرامیت. ولی کی بود این اونکلوس و کجا رسید و به چه درجه های رسید؟ بیاین ببینیم. اونکلوس، گمارا میگه پسر برادر یا پسر خواهر شاه روم بود و روح شاه روم رو آورد بالا. تیتوس که بیت المقدس رو خراب کرد، بیت المقدس دوم، و ازش میپرسه، از روحش میپرسه برم با یهودیا یا نرم با یهودیا. گفت ول کن، بهتره باهاشون کاری نداشته باشی. رفت اونکلوس از دایش یا عموش، نمیدونم کی، شاه رو مشورت کرد. گفت بهش ببین عزیزم، اگه دیدی، نه نگفت بهش میخوام برم با یهودی ها، فقط همینطور یه چیزی بگیم بهم بگو واسه زندگی خوب. شاه روم بهش گفت ببین اگه میبینی یه چیزی که قیمتش ارزونه و هیچ کسی به خریدار نداره، ارزونه و خریدار نداره، بخرش، بقاپش. چرا؟ چون که یه روزی قیمتش میره بالا، اون وقت همه دنبال تو میان. اونکلوس اینو شنید، گفت چی بهتر، بیا ببین یهودیا چقدر خریدار ندارن، چقدر هی دنبالشونن، و چرا اصلا، چرا به من بگو چرا انقدر همه بدشون میاد ازشون؟ چرا همه دنبالشونن؟ مگه چیکار کردن؟
نشستن توی کشور خودشون به ساکتی دارن زندگیشون رو میکنن، کار به کار کس دیگه ندارن، نه میرن به جنگ کسی، نه یه کشور چوز مسخاله داره زمین اسرائیل. چه لس آنجلس بزرگتر از همه زمین اسرائیل، چی میخوان ازشون؟ به همه دنیا صحبت اسرائیل. اولین اخبار CNN چی؟ تو اسرائیل چی شد؟ اولین اخبار ژاپن چی؟ تو اسرائیل اینطوری. بی بی نتانیاهو این که گفت اون کلوس اینه. این همین چیزیه که دایم شاه روم گفت. یه چیز ارزونه، خریده رو نداره، بقاپش. رفت یهودی شد. اون کلوس رفت یهودی شد. کی؟ وای چه خجالتی، وای وای. کی؟ پسر نمیدونم، پسر دای، پسر برادر شاه روم، پسر برادر شاه روم، وای 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 وای. یهودی شد، رفت به قوم دشمنای شاه روم. از شاه روم فرماندهش یه گروه سرباز فرستادن، فوری برگرد، فوری برگرد، گوش کن، گوش کن بچه خوب باش، برگرد به قومت، برگرد وگرنه. فرستادن یه گروه سرباز که برگردونن. این گروه سربازا که اومدن پیش اونکلوس، اونکلوس شروع کرد بهشون تفسیرای تورا، داستانای تورا گفتن و اونا اصلا قش کردن. چی؟ این تورا یهودی هست؟ ما نمیدونستیم. هی توی اخبار، توی هر جاهای فقط بدیشون رو میکردن، بدیشون رو میگفتن، هی میگفتن نه شبات نگه ندار، میدونی کسی که شبات نگه میداره خفه میشه، کسی که شبات نگه میداره اصور توی تاریکی باید بشینه، اصور غذای گرم بخوره. چرت پرت ها اینطوری هی به آدم ها میفروشن. بهشون دروغ میگن، دروغ. ولی این سربازا یهویی میان به اونکلوس و اونکلوس بهشون تورا رو واز میکنه. ببینین نه، توی شبات آدم باید غذای گرم بخوره، نه ولی به صورت مجاز، نه اینکه توی شبات آتیش روشن کنه. آدم باید توی نور بشینه توی شبات، ولی به صورت مجاز، نه اینکه توی شبات چراغ روشن کنه. و همه احساس کردن توی بهشتن. واو چی میگی؟ این توره یهودی هست و ما رو دروغ 40 سال بهمون دروغ فروختن. گفاره اینه، این توره یهودی هست. اگه این توره یهودی هست ما میخواییم یهودی بشیم. میشه؟ میشه؟ مجانیه؟ بیاین. نمیدونم چند تا سرباز بودن تو این گروه، 20 تا سرباز یا چی؟ یهودی شدن 20 تا سرباز. یالا فرمانده شنید که این گروه یهودی شدن، دوباره یه گروه دیگه فرستاد، گفت باش حرف نزن اینها. باشه حرف نزنین. چش. Yes sir. Aye aye sir. Yes sir. Okay. میرن پیش اونکلوس. نه. نه. من حرف تو را با اتون نمیزنم. نترسین. نترسین. کی از کی دیگه داره میترسه؟ اونا اسلحه دارن، از حرف تو را اونکلوس میترسن. پس گفت فقط یه چیز عادی بهتون بگم، نه از تورا، یه چیز عادی از زندگی. وقتی که شاه میره سفر، میره بیرون،
کی جلوش نور رو نگه میداره؟ یه آتیش، یه نور، یه شمی، یه چراغی؟ کی؟ گفتن کسی که کوچکتر ازش، وزیرش. و کی جلوی وزیر نور میبره، چراغ میبره؟ که یه کسی درجه پایین تر از وزیره؟ و اینطوری کسی که تا اینکه میرسه به سرباز کوچکترینی که هست، که اون کسی جلوش نور نمیبره، جلو خودش باید نور رو چراغ رو روشن کنه. ولی شاه دست خودش که چراغ رو نگه نمیداره، یه کسی هست که چراغ نگه میداره و جلو پای شاه رو روشن میکنه که شاه بتونه ببینه کجا داره میره. درست؟ گفتن درست. احترام شاه نیست که چراغ نگه. آفرین. گفت ولی ببینین، قوم اسرائیل وقتی که از مصر در اومدن چی نوشته؟ و دونای هولخ لفنهم بعمود انان لنخوتم الدرخ ולילה בעמוד אש להאיר להם. خداوند یه ستون ابر جلو قوم اسرائیل می برد که ظرف روز که بهشون نشون بده چه راهی باید برم. ای صاف، ای راس، ای چپ. ستونه میره، همه قوم اسرائیل میرن چپ که دنبال این ستون ابره. وای وای وای، بعد تجسم کنین که آدم روی هواپیماست، روی هلیکوپتر، و همه قوم اسرائیل و این ستون ابره که جلوشون میره میبینه. چه عکسی. تو پس بهشون میگه نه فقط این ظرف شب خداوند یه ستون آتش جلوی قوم اسرائیل میبرد توی صحرا که همشون توی چادراشون نور داشته باشن. کی چراغ رو نگه میداشت واسه کی؟ سربازه واسه شاهه؟ نه، شاهه خداوند واسه سربازاش، واسه قوم اسرائیل چراغ رو میکرد، چراغ روشن میکرد، چراغ جلوشون نگه میداشت. ببینین چقدر خداوند این قوم رو دوست داره. معمولا گفتیم که سرباز ساده جلو شاه نگه میداره، وزیرش جلو شاه، ولی نه، قوم اسرائیل شاهشون واسه شون روشن میکنه چراغ رو، واسه شون راه رو روشن میکنه. ببینین چه قومیه، چه شاهی دارن. سربازا 20 تا سرباز رومی گفتن واو، لوولی، ما میخواین بیاین بفرمایین، یالا بفرمایین، قهوه، کیک، همه چیز. میخواییم یهودی بشیم، ما میخواییم همچین پدری، همچین خدایی، همچین شاهی، ما میخواییم. بیاییم. بردشون یهودیشون کرد. 20 نفر دیگه. تفلکی ها، رومی ها 40 نفر ضرر کردن. شاه روم بفرمانه ای بابا چی بشه اینجا؟ نه ترس جناب عالی، حالا این آخرین دفعه است. It's okay. Don't worry, be happy. یه گروه سرباز آخری فرستاد، گفت بهشون هیچ حرفی باش نمیزنید، هیچ حرفی هم گوش نمی کنید، همین بگیرینش و بیارینش. Yes sir. اوکی. میرن فوری، حرف نزن، اسکوت، دستاشو میگیرن، اوپ، یلا بریم. چشم، حرف نمیزن. میاد از دروازه بره بیرون،
دستشو میزنه، میذاره روی مزوزه، میبوسه، میگه بهشون این چیه؟ این چیه؟ مزوزه چیه که من بوسیدم؟ دیگه نمیتونستن ساکت بمونن، کنجکاو شدن. چیه؟ دیوونه است؟ چی داره دیواره رو میبوسه؟ دره رو میبوسه؟ چیه؟ این جادوگری داره میکنه؟ چیکار میکنه؟ چقدر داستانه تورا وقتی که زندهشون میکنی و تجسم میکنی چجوری بود؟ انقدر آدم خوشحال میشه. بکنیم اون کلوس رو دارن سربازم، دستش رو میذاره رو مزوزه، میبوسه. سربازا به عمرشون همچین چیزی ندیدن. چیه این؟ این چیه؟ یه قفسه، یه نمیدونم، یه پوست اونجا میبوسی. چیه؟ گفت بهشون چیه این؟ گفتن نمیدونیم، تو بگو. گفت بهتون میگم، حالا چون که پرسیدین بهتون میگم. گفت بهشون شاهتون کجا میشینه؟ تو قصرش. و کی نگهدارشه از بیرون؟ ما سربازا. یعنی چی؟ گفت ببینین قوم اسرائیل تو خونهشون میشینن و شاهشون خداوند از بیرون نگهدارشونه. این مزوزه روش چی نوشته؟ اسم خدا، شین دلت یود، یعنی شدای. اول این حرف های شمر دلتوت اسرائیل، نگهدار خونه های اسرائیل، نگهدار درهای اسرائیل. و شاهشون از بیرون، به جای اینکه سربازا روی شاه نگه دارن، تو این قومه شاه روی سربازاش نگه میداره. همچین چیزی به عمرتون شنیدین؟ گفتن نه، چه شاهی؟ گفتن ما میخوایم، ما بفهم، بفرمایین قهوه چای. اونام یهودی شدن، اونام یهودی شدن. دیگه شاه روم به فرماندهش گفت ولشون کن، ولش کن دیگه، دیگه چقدر بفرستیم دیگه ضرر میزنیم. چیه؟ چرا ول کنن قومشونو؟ چرا اون کلوس داییش و عمویش رو نمیدونم کی بود، شاه روم ولش کنه؟ چرا ولت؟ ببین چه ثروت داری، ببین چه کادیلاکی داری، هر جای میری یه قالی قرمز جلوت باز میکنن. چرا ول کنی همچین احترامی، همچین زندگی خوبی؟ قوم یهودیا اونقدر زندگی خوب ندارن، ببین چقدر دنبالشونن، چقدر تروریست، چقدر. چرا بیا یهودی بشی؟ چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه حقیقت اونجا، تنها دلیل اینه که اونجا حقیقته. من میخوام زندگیمو زندگی حقیقی باشه. اگه دنبال حقیقتی پس میری اونجا، اگه فرقی نداره واسهت، یه نه من دنبال زندگی راحتم، فرقی نداره، درست زندگی میکنم، اشتباه را به من چه، ول کن، کافیه که مشروبم و شب دارم، بازی فوتبال توی تلویزیون میبینم، همین، ولم کن، سر به سرم نزن، بذار راحت باشم. پس واسه تو نیست، بشین روی مبلت مشروبتو بخور. یترو آروم نبود. نمیتونم آروم باشم، همچین خدایی هست توی دنیا؟ من باهاش نباشم، من از قومش نباشم، نمیتونم، شب خوابم نمیره. شاه کوزر گفت نمیتونم، نمیتونم، من دنبال کارهای درستیم، درست کارهای درست، میدونم که خدا هست توی دنیا دیگه. نمیشه که، نمیشه گفت که همچین دنیایی از خودش به وجود اومده. آدم باید دیوونه بشه که همچین حرفی بزنه. یه ساعت ساده از خودش به وجود نمیاد، یه آدم از خودش به وجود میاد، یه دنیای کامل از خود، کره زمین، آفتاب، همه گالاکسیا از خودش به وجود اومد، از یه بیگ بنگ. یه کسی
یه نخود خورد به تیکه برنج و منفجر شدن و دنیا به وجود اومد. یه خرگوش و یه شتر و یه گاو و یه گوسفند و بیعقلیه، پاشو بیعقلیه یا بیعقلی یا اینکه فرار کردن از حقیقت. فرار کردن از حقیقت چون که حقیقت مجبورت میکنه یه کارایی بکنی. اگه بگی که خدا دنیا رو آفریده، پس یه قدم بعدش اینه که چرا خدا دنیا رو آفریده؟ یه هدفی داره، یه خواستی داره، یه دستورایی هست که میخواد اون مخلوقاتش بکنن. و قدم بعد از اون اینه که چک کنی، بری پیدا کنی این هدف خدا چیه، چی میخواد از مخلوقاتش، چیکار کنن. و اون وقت این مجبورت میکنه، مجبور میشی خواست خدا رو، کارهایی که گفته دستور داده انجام بده و نمیخوای. بنابراین از اولش فرار میکنی از حقیقت و میگی نه، دور از جون، خدا دنیا رو نه به وجود نیورده، از خودش به وجود اومده. ولی تو رو دنبال حقیقت، آدم راستی بود. شاه کوزار آدم راستی بود، بت پرست بود ولی آدم راست بود. وقتی که یه چیز دروغ میبینه، دروغی میبینه، میدونه دروغه، میدونه کلکه، بی خودی خودشو مسمالی نمیکنه. اون کلوس دنبال حقیقت بود و چی گرفت؟ چی گرفت؟ خداوند هر کسی که تلاش کنه، که زحمت بکشه، که احترام بده به خداوند، که قدم برداره به طرف خدا، خداوندم به همون مقدار اجرشو میده. اونکلوس که رومی بود، رسید به درجه های که روح مقدس به دست آورد. ترجمه که اونکلوس نوشت به روح مقدسه و ترجمهش مثل یکی از تفسیرهای توراست، مقدسه. کی؟ یه آدمه. کی بود؟ اگه یهودی چی بود؟ یه رومی، پسر در پسر خواهر یا پسر برادر شاه رو. کسی ازش میشنید؟ شاید میشنیدیم، شاید چا میشد، شاید نمیدونم، میکشنده، میکشتنش. ولی حالا به صورت مقدس و تا امروز، امروز چند سال، 1900 سال دیگه ازش میشنویم و تو راشو یاد میگیریم، تفسیراشو. یه شاه دیگه بود، وای وای، به اسم نیرون کیسر. نیرون قبل از خرابی بیت المقدس بود، یعنی در زمان بیت المقدس دوم شاه بود، قبل از تیتوس که خراب کرد، نیرون شاه بود. این نیرون کیسر فرستادنش که بیت المقدس رو خراب کنه. رفت یه جادوگری کرد که این جادوگری نشون میده بهش اگه توی جنگ میبره یا از دست میده. چیکار میکنه؟ جادوگری رو میکنه و تیر میندازه به طرف یروشلایم. البته تیر رفت به طرف یروشلایم. تیر میندازه به طرف شمال، تیره رفت به طرف یروشلایم. تیر میندازه به جنوب، میره به طرف یروشلایم. به هر طرفی که تیره رو انداخت، رفت به طرف یروشلایم. جادوگریه نشون داد بهش که میجنگه، 100%
میبره تو این جنگه. چی گفتم؟ میجنگه. میبره. من دارم. 100% میبره. این جنگه رو 100% میبره. یه لحظه فکر کردم. میدونین شیطون همیشه دنبال اینه که آدمو بدونه. یعنی چی بدونه؟ یعنی تندی تندی عجله کن، از این کار به اون کار. یه لحظه نشین فکر کنی کجا دارم میرم، چی کار دارم میکنم، واسه چی، چی به دست میارم از همه این، چی میمونه آخرش از همه این چیزا، چی از من، چی میمونه از کارام، چی. نشین یه لحظه فکر کنی، فکر زندگیت، فکر کارات، فکر آیندت، نشین. چرا نشینی؟ چون که شیطون میدونه اگه بشینی یه لحظه فکر کنی، پس روی خیلی از کارات پشیمون میشی، خیلی از چیزای زندگیتو عوض میکنی به خوبی، به طرف خدا رفتن. پس نمیذاره. نه نه تندی تندی الان بانکو میبندن، بدو بدو بدو. بعدن رفت بانک، تندی تندی اتوبوسه رو گیر بیار، تندی 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 برو ترافیک، اگه نه سوار ماشین نشی بعدن ترافیک میشه، بعد هی بدو 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 از این بدو از اون بدو. نشین یه لحظه 5 دقیقه فکر کنی. ولی نیرون کیسر بعد از اینکه این جادوگر داره میبره توی جنگ، میبره 100%، نشست یه لحظه فکر کردم، گفت که خدا میخواد خونشو از بین ببره، پس من باید این کارو بکنم، من باید تقصیر کار باشم، اسم من آلوده بشه، روی من توی تاریخ بنویسن که خون خدا رو خراب کردم. ببینین چیه، رومی غیر یهودی ولی میدونست خدا هست، میدونست، مثل که گفتیم، فقط آدم دیوونه فکر میکنه که خدا نیست، آدم منطقی میفهمه، ساده است، ساده است فهمیدن که این دنیا خدا داره. یه دفعه بود یه معلم کافر بود، خواست بچه ها رو از مذهب در بیاره، فرقی نداره حالا کجا بود، پس بهشون گفت بچه ها عزیز بدونین چیزی که نمیبینین وجود نداره، چیزی که میبینی اینا، میزه رو میبینی پس میز هست، چیزی که نمیبینی وجود نداره. چی منظورش چی بود؟ خدا رو میبینی؟ پس دور از جون. یکی از بچه ها باهوش بود، پاشد گفت که مذهبی بود، خواست معلمه از دین بیرونشون بکنه، یه جایی بود که اینطوری متاسفانه بچه ها رو از مذهب بیرون کردن، بیرون آوردن. بر صورت بچه وایساد، گفت بچه ها عقل معلمه رو میبینین؟ نه. پس خودتون بفهمین دیگه، چیزی که نمیبینین وجود نداره. این چی چیزی که میبینین؟ هوا رو میبینی؟ پس هوا نیست. برقو میبینی؟ نه برقو نمیتونی، برقی که توی سیما میره میبینی؟ نمیبینی. نوره رو میبینی، چراغه که روشن میشه میبینی، ولی برقه رو نمیبینی، هوا رو نمیبینی، چی؟ اکسیژن رو میبینی؟ نه پس وجود نداره. چه حرفا، اینم آدم ساده، آدمی که حقیقت رو
نخواد بپوشونه به خاطر طمعش، به خاطر مثل قدمایی که توضیح دادیم که مجبور نشه حرف خدا رو انجام بده. پس فوری میبینه حقیقتو، حقیقت دنیاست، نمیشه ازش فرار کرد. تو به هر صورت برگردیم، پس کجا بودیم؟ نیرون کیسر یه لحظه فکر کرد، گفت که خدا میخواد خونهشو از بین ببره، من تقصیر کار باشم؟ نمیخوام. خیلی متشکرم از این احترام، ولی نمیخوام این احترام. لازم نکرده. چیکار کرد؟ برگشتن به روم نمیشه، میرین سرشو میبرن. چی برگشتی؟ بر... فرار کرد، فرار کرد. ولی ببین چه درجه داری، ببین چه حقوقی داری، ببین هر چی بخوای فراوون، زن، پول، ماشین، احترام، همه، هر چی معمولا آدم ها دنبالشن داشت، ماشین. ولی نیرون کیسر فهمید چی سنگین تره، چی مهمتره، و فرار کرد. نمیخوام نه ماشین، نه قصد، نه پول، نه زن، نه 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 نه، هیچی هیچی نمیخوام. میخوام یهودی بشم، میخوام با این قومه باشم. ولی فرستادنت، نه، من فهمیدم دنیا رو، فهمیدم. شیطون موفق نشد چشمامو کور کنه، فهمیدم. خدا مسلطه به دنیا، خدا خونهشو میخواد از بین ببره به خاطر گناهای پسراش، بچه‌هاش. نه نه دلیل دیگه، وگرنه اگه به خاطر گناهاشون نبود هیچ کسی به دنیا موفق نمیشد همچین خونه رو از بین ببره. خونه خدا؟ تو میتونی دست بزنی بهش اصلا؟ جز این که به خاطر گناهاشونه، مجازات واسه گناهاشون یا فدای سرشونه، کپر. ولی من نیستم، من میرم باهاشون باشم. If you can't win them, join them. اگه نمیتونی ازشون ببری چون که همچین خدای بزرگی دارن، پس برو باشون باش. رفت یهودی شد، فرار کرد، همه درجاشو کند، رفت یهودی شد. کی ازش در اومد؟ گفتیم خدا اج میده به هر کسی که قدم ور میداره به طرف خدا. خدا بدهکار نمیمونه. تو یه قدم ورداشتی به طرف من، اومدی یهودی شدی، همه درجاتو ول کردی، همه ثروت و همه پولداری و همه چی ول کردی، اومدی پیش من، اومدی یهودی ساده باشی، بدون درجه، بدون احترام، بدون حقوق. یه فقط چی؟ تنها چیزی که میخواستی چیه؟ مهمترین چیزی که میخواستی چیه؟ بذار من یهودی بشم، این زخوتو بهم بده، منو شایسته بدون که قبولم کنی که یکی از آدمای ساده ترین فقط توی قومت باشم. بذار من توی این جمعیت باشم، حساب بشم یکی از قوم اسرائیل. تو همچین کاری کردی؟ من اجر تو میدم. چیکار کرد؟ از نیرون کیسر، بعضی ها میگن پسرش، بعضی ها میگن نوش، کی بود؟ رابی مئیر بعلهنس، رابی مئیر بعلهنس، که تا امروز همه میرن سر مزارش توی توریا، رابی مئیر که و رابی مئیر بعلهنس رو به روی دریاچه کینرت، و چه چیزایی میبینن، چه معجزه هایی میبینن. چرا؟ خیلی ها هستن بعضی موقع بهم زنگ میزنن، هر
میخواییم یهودی بشیم، تورا یادمون بده، این اون نمیتونیم، اینجا رابای نیست. میدونی چی؟ از خدا خواهش کن. خدا تو همه دنیا هست، هر جای رابای نیست که یهودی، از خدا خواهش کن، خدا راهنماییت کنه. اگه خدا پیدا کنه که قلبت پاکه و از دلیلای درست میخوای یهودی بشی، خدا میبرتت جلو، خدا کمکت میکنه، خدا اجرتو میده. چی بگم؟ باید دیگه تمام کنیم. ولی که اینجا تو اینستاگرام درست آفرین، اینجا تو اینستاگرام یک کسی واسمون می‌نویسه که راجب یک کسی بود از فامیل ملکوتی تو وین بود فکر کنم، نمیدونم تو سوئد یادم نیست کجا، به اسم هاگراف پوتوتسکی که اون شد یهودی و اسمشو گذاشت ابراهام بن ابراهام، و فامیلش کشتنش، دارش زدن به خاطر اینکه یهودی شد و قبول نکرد برگرده مسیحی بشه، و حاضر شد و دارش زدن و مرد. بچی نه، حقیقت رو ول نمی کنم به هیچ قیمت، بعد از اینکه حقیقت رو پیدا کردم به هیچ قیمت نمی فروشمش. می دونیم یه باید تمام کنم، فقط این یه داستان کوچیکه. خیلی متشکرم. آره درست، خواستم اون داستان رو بگم ولی وقت نداشتیم بگیمش، داستان طولانیه، شاید یه دفعه دیگه. یه کسی بود، یه یهودی غیر مذهبی، رفت هندوستان. میدونین توی هندوستان اونجا مذهب بودها و چیزای اینطوری و این مجسمه ها و تعظیم میکنن به گاو، و گاو یه حیوان مقدسه. اگه گاوه داره جاده رو میگذره هیچ بوقی نزنی ها، مزاحمش هم نشی، تو باید ایست کنی که گاوه داره یواش یواش. وای تو، پس میره اونجا، بعدا رفت اونجا پیش نمیدونم به فارسی چی میگن، کشیش این بودهای دلائی لاما یا نمیدونم اسمش چیه، بر صورت میشه اونجا تو صف وایستاده و میگن این کشیشه پیشنهادای میده، چیزایی که میگه واو زه مشو، یه چیزیه که صرف داره توی صف. وایسادم اوکی، میره وای میسه توی صف، وای میسه یکی دیگه تا اینکه نوبتش میرسه به این دلائی لاماه. و خب دلائی لاماه همینطوری ازش میپرسه از کجایی، کی هستی چیکار میکنی؟ میگه من توریستم، از اسرائیل اومدم. تو از اسرائیل اومدی؟ بله، اشکالی داره؟ تو یهودی هستی؟ آره. تو یهودی هستی و اومدی پیش من؟ بهش میگه شما دو دفعه در روز، صبح و شب میگین شمع اسرائیل ادونای الوهنو ادونای اخد، و جلو میزنین از همه ما که هی ما فکرهای مختلف میکنیم، و اسمش از منترا یعنی کلمه های مختلفی که میگن واسه این که یه خورده برن بالا توی درجه های روحانی. شما فقط این شما اسرائیل رو که میگین فوری پرواز میکنین، فوری جلو میزنین از همه ما، هزار تا درجه میرین بالا، و تو اومدی پیش من که من بهت پیشنهادهای مختلف، که من کمکم، تو یهودی اومدی پیش من؟ اون یهودیه که غیر مذهبی بود با خجالت سرشو آورد پایین و رفت، برگشت اسرائیل و شروع کرد
پرسیدن شما اسرائیل چیه؟ وای کجا رسید؟ چیه؟ شروع کرد بپرسه تفیلین شبت راه نمایش کردن توضیح دادن بیا بیا تا اینکه مذهبی شد گفت که لازم بود یه دلائی لما به من توضیح بده که ارزش یهودی بودن چیه. ولی باروخ هاشم شکر خدا که فهمید آخرش. یه دقیقه دیگه یه کسی هست اینجا از کسایی که الان برنامه رو دارن میبینن که به من یه داستان گفت، اونم داره نزدیک میشه میخواد یهودی بشه. داستانش چیه؟ گوش کنین. البته ازش اجازه گرفتم این داستان رو بگم، بدون اسم میگم، بدون کشور، بدون هیچی، ولی اجازه گرفتم. پدرش رو گرفتن از حکومتی که بود توی کشور اونا، گرفتن زندانیش کردن و خوب دادگاه داشته باشه و داییش وکیله اومد بهش گفت که ببین کمک نمیکنه، نه دادگاه نه قاضی، رو ول کن، همینطوری بازیه. چرا؟ چون که پدرتو تقصیر کار کردن قبل از اینکه حتی دادگاه داشته باشه. چون که اگه پدر تقصیر کار نباشه پس اون رئیساش تقصیر کارن و اون رئیسا دیگه مسلطن به همه دادگاه و قاضی ها همه چیز، پس واسه اینکه اونا تقصیر کار نباشن پدرتو تقصیر کار کردن که اونا تمیز پاک در بیان از این موضوع، پس هیچ کمکی نمیکنه دادگاه قاضی هیچی، همینطوری بازیه، فقط یه شوه، همینطوری چی میگن شو. طب نمیدونست چیکار کنه، پس هیچ امکانی نیست پدرش در بیاد از زندان، یعنی همش دست اون رئیس هاست، همه مملکت دست اون رئیس هاست و اونا دیگه پدرش رو تقصیر. غیر یهودی این خانومه گفت که شب آخر خانوکا بود، زود خانوکا، یه کسی بهش گفت که ببین این روزه روزیه که دعاهای آدم خیلی قبول میشن و دعا کن به خدا. گفت که خدایا، این خانومه، اگه پدرم از زندان در بیاد من قول میدم که تحقیق کنم و یهودی بشم. بعد از زود خنوکا، یادم نیست یه هفته بعدش فکر کنم گفت، یه هفته بعدش پدرشو مرخص کردن از زندان بدون دادگاه، بدون وکیل، نه مرخص، کیسه رو بستیم، پدرتم آزاد کردیم، بستیمش دیگه، همه این داستانه بسته است، هیچ اجازه هم نیست واسه کسی وازش کنه. همین معجزه. گفت احساس کردم که خدا دعامو قبول کرد، گوش کرد، منم بدهکار نمونم، منم قولی که دادم به خدا شروع کردم انجام بدم، شروع کردم تحقیق کردن، رفتم پیش یه رابای، شروع کرد دامن بپوشه، سعی میکنه چیز چی میگن آسین بلند بپوشه، همه چیز تحقیق تو را شروع کرده، فرمانای میدونه که باروخشه. کسی که شایسته هست، کسی که اون قلب پاکو داره، خدا نزدیکش میکنه بهش. تو قدم وردار، خدا 100,000 بار 100 تا قدم واسط برمیداره، هر کسی با قدرت خودش. خب بعد دیگه تموم کنیم. وای وای وای، متشکرم ازتون دوستان عزیز که با همون بودین. البته برنامه ها رو به صورت تکراری میتونین توی فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام خودم ببینین، رابی پارتو به انگلیسی،
کسی که میخواد اضافهش کنیم به گروه ها، به کانال ها، میتونه با هم در تماس باشه توی فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام، رابی پارتو به انگلیسی یا ایتخاک پارتو به عبری یا هاخم پارتو به فارسی، همونطور هم توی فیسبوک یهودیان ایرانی. و متشکریم از صابخونه عزیز و محترم که ایشالله خدا بهش همه آرزوهای دلش رو فراهم کنه به آسونی، به راحتی، چشم بد ازش دور و لذت ببره از زندگیش و از همه بچه هاش به ذات شم، و همیشه کاراش بره جلو توی هر کاری، توی هر پروژهی که داره موفق باشه، با این قلب پاک و نیکی که داره به ذات شم خدا موفقش کنه. آمین. آمین. مرسی، متشکرم ازتون دوستان عزیز. فعلا خودش تو، شبوع تو، تا هفته بعد ساعت 6 تا 7 دوشنبه به زمان اسرائیل. متشکرم که با همون بودین. شبتون بخیر و کل تو. Mm-hmm.